قصه های آفتاب، داس ها و گل های یاس. با درود به شما خانم میترا بابک عزیز، صدای شما روی خط هست، خوش آمدید به برنامه خودتون. خیلی متشکرم. درود به شما و همه عزیزان شنونده. آقای برومن، خیلی از من فیدبک دادن که آرم برنامه و موزیک رو خیلی خیلی دوست دارن. خواهش میکنم، سپاسگزارم. موزیک رو که خودتون نوت کردید، زحمتش رو کشیدید و ما هم کار زیادی انجام ندید. صدای شما هم که اومده بود خیلی زیباتر است. خواهش میکنم شما. بعد یه فیدبک دیگه هم آقای برومن دارم از این ور، از لندن. یه سری تو سمینار و همچنین برام ایمیل فرستاده بودن که چقدر آقای برومند درست خوب گوش میکنن، نمیپرن وسط صحبت و در آخر چقدر زیبا جمع‌بندی میشه. خواهش میکنم. من خیلی تشکر کرده بودم از اجرای خیلی خوب شما. تمنا میکنم. خواهش میکنم. نظر لطف دوستان هست، چیزی غیر از این نمیتونه باشه. سپاسگزارم. جانم بریم سراغ ایمیلامو. یه لحظه گوشی فکر میکنم که بله فکر میکنم که خانم بابک، فکر میکنم که عزیز شنونده با خودمون داریم. عزیز بفرمایید ببینیم میتونیم ایشون رو روی خط بیاریم. با درود به شما، بفرمایید. خواهش میکنم، صدای شما رو خط هست. سلام، وقتتون بخیر. متشکرم، بفرمایید عزیز. من این سوال داشتم از خانم میترا بابک. بله، یه لحظه گوشی لطفا. خانم میترا بابک، شما صدای ایشون رو دارین؟ بله بسیار. بله بله دارم. بفرمایید. خواهش میکنم. من بزرگترین مشکلم تو زندگی اینه که خیلی تنبلم، نمیدونم کارهایی که واقعا باید بکنم انجام بدم رو ای به تعویق میندازم یا برای خودم یه مقدار اکسپشن درست میکنم، ای میندازمش توی یه چرخه‌ای که حالا الان نشد بعدا انجام میدم و بخوشی و معمولا هم تو بعضی ها شکست میخورم. بله، یه بخشی از مشکلم اینه که خیلی شانسی الان به جایی که هستم رسیدم، خیلی شانسی رسیدم و استعدادهایی که داشتم و استفاده کردم و متاسفانه هیچ تلاشی تا الان براش نکردم. بله، نیاز تلاش که تلاشو بکنم، ولی توی این چندین سالی که از خودم گرفتم دیگه اینقدر عادت کردم، خیلی سختمه خودم عوض کنم. بله، نیاز واقعا نمیدونم با چی کار کنم. خیلی خوشحال میشم راهنمایی کنم. بله خانم بابک، متوجه سوال اینه. متاسفانه صداشون خیلی برای من ضعیفه. صداشون ضعیفه برای شما. متوجه شدم که مشکل کارهای ناتمام دارن، ولی قسمت آخرش رو متوجه نشدم. بله، ممکنه خواهش کنم یه بار دیگه قسمت آخر گفته هاتون رو بفرمایید؟ عرض کردم که تا الان به جایی که رسیدم خیلی شانسی بوده و با نبوغ و استعدادی که داشتم تا الان به اینجا رسیدم و تا الان هیچ تلاشی براش نکردم که بخوام بگم زحمتی کشیدم تا الان که به جایی که هستم رسیدم، ولی برای پیشرفت بیشتر نیاز دارم که بیشتر تلاش کنم، بیشتر حالا علم‌های جدیدی یاد بگیرم، ولی الان نمیتونم، خیلی سختمه، نمیدونم چرا. آیا اجازه دارم بپرسم که الان کارتون چیه؟ به جایی که رسیدین فکر میکنین شانسی بوده؟ این چیه که فکر میکنین شانسی؟ به کجا رسیدین؟ صدای من میاد؟ الو، صدایشون رو دارید شما؟ من صدای خانم بابک اصلا نمیشنم. بله، خوش گوش. بله، یک بله بفرمایید، الان صداتون رو دارم. سوال من ازتون این بود که گفتین که همینطوری شانسی به اینجایی هم که رسیدم شانسی بوده که به اینجا رسیدم. لطف میکنین به من بگین که به اینجایی که رسیدین چیه؟ خب موقعیتی که الان دارم خیلی از افراد دیگه جامعه با تلاش بیشتر شاید بشه. چی رو مثال میزنین که به چی رسیدین؟ از نظر شغلی عرض کنم، از نظر شغلی و از نظر یه بخشی از دانشی که دارم، حالا تخصصم از کامپیوتر هستش. میدونی دلیل اینکه میخوام یه خورده با دیتیلز با هم صحبت کنین،
چون بعضی مواقع ما واقعا اون ارزش‌های درونی خودمون رو نمی‌بینیم و به هر چه که رسیدیم یا به جاهایی که رسیدیم ممکنه که فکر بکنیم شانس بوده و یه دیگری بوده. بعضی وقتا واقعیه، درسته دیگران کمکمون کردن، ما پشت پانه شدیم، ما رو کشوندن یا بلندمون کردن، با دستشون بردن. بعضی مواقع نه، واقعا بوده ولی من نوعی نمی‌بینم. و تو صحبتتون گفتین که استعدادهای خیلی زیادی هم داریم و میخواین از این استعدادها و از ارزشهایی که درون خودتون میبینین بیشتر استفاده بکنین و جدیتر باشین تو زندگیتون. چند سالتونه؟ 25 سال. بعد خارج از ایران زندگی میکنی؟ نه، فقط با همان زندگی. نه، در داخل ایران یا خارج از ایران؟ داخل ایران. شما در داخل ایران زندگی میکنید؟ بله. بعد آیا تنها زندگی میکنید یا با خانواده زندگی میکنید؟ من الان فقط با همم زندگی میکنم. تنها زندگی میکنید؟ نه، با یک نفر فقط همم. جانم؟ فقط همم. آها، با عمتون زندگی میکنید؟ با عمتون زندگی میکنید. میخوام خیلی صادقانه به خودتون نگاه کنید. ببین، واقعا از ارزش‌های خودتون و یا اون استعدادهای خودتون واقعا استفاده نکردین یا نذاشتن استفاده بکنید و هر چیزی که تا هر جایی هم که رسیدین واقعا شانسی بوده؟ آیا این واقعیه؟ چون همیشه که شانس نیستش. میخوام یه مقدار واقع بیم. میدونم که شاید دوست ندارین که با دیتیل صحبت کنین، ولی برای من خیلی مهمه که یه مسئله مهمی رو درون شما باز کنین. من یه مقداری به کودکی من بر میگرده. من وقتی که 5 سالم بود مادرم فوت کرد و برای 1-2 سال با همم زندگی میکردم، همون بچگی حدودا 5-6 سالگی. بعد از این که به مدرسه رفتم با خواهر و برادرم و پدرم زندگی میکردم، پدرم ازدواج نکردن، تو اون دوران هم اصلا درس نمیخوندم، شاید هیچ وقت نمیشستم مثلا بعد از مدرسه درس بخونم. اون عادت رو، عادت درس خوندن و مطالعه رو اصلا نداشتم از بچه ایز. و حتی بزرگترم که شدم تو دانشگاه هم اینجوری بود. حتی یادم یه بار که دانشگاه یه درسی واسه ارائه میدادم، یه کنفرانس واسه میدادم، فقط در همین حد که بخونم. ببخشید صداتون خیلی خیلی خشخش داره، میتونید کاری براش بکنید؟ تو دوران دانشگاه هم یه بار یه درسی واسه ارائه میدادم، حتی اونجا هم تونستم یه پاورپوینت دوران زمان آزادم توی منظر درست کنم و وقتی که رفتم کاری ارائه کردن تازه اون وقت داشتم میتونم اون ارائه میکردم. شاید یه مقداری از نیمه صحبت کردن و استفاده میکردم تا تونستم اونجا اون ارائه رو بدم. ارائه بدی هم نبود، ولی همین میگم خیلی شانسی تا الان پیش اومدن. بله، ببینیم نمیشه که آدم باشه اینقدر شانسی وارد دانشگاه بشه. درست میگین. بعد عادت شدین که درس نمیخوندین. ببین تو سن 5 سالگی شما متاسفانه مادر از دست دادین. یه دفعه یه لاس که از دست دادن بزرگ برای مستقر شما به وجود اومد. بعد شما از خواهر برادر جدا شدی، به عمه نزدیک شدی و با تصمیم گرفتن خانواده که با عمه بزرگ بشی و اونجا شما آسیب خیلی زیادی بودید. در این دو سال بود جریان و تنها زندگی میکرد و مادر بزرگم بعد از این مدت که فوت کردم با دوباره اومدم پیش ایشون. البته برای چند سال بازگی ازشم. چه مدت پلوی عمتون بودین؟ زمان کودکیم که 2 سال بود، الان هم نزدیک 2 ساله مجدد اومدم پیشش رو زندگی میکنم. آره، منظورم اینه که از 5-7 سال رو بگیرید. شماره استدیو رو بگیرید. شما الان به یه شماره دیگه زنگ زدید. شماره 584-1001 رو بگیرید در آخرش. بله، تشکر.
مرسی عزیز، ممنونم. مرسی. امیدوارم که بتونم بگم، برای اینکه واقعا برای هم شما فکر کنم سخت بود بشنویم، هم من. بله دقیقا. و هم بعدن هم که بذاریم روی یوتیوب دیگران که بله کیفیت صدا ممکنه که، ولی امیدوارم که بتونن تماس بگیرن، چون حسی که خودشون دارن من برعکس متفاوتش دارم میبینم. امیدوارم بتونم کمکشون کنم، مثلا تو این سن 25 سالگی از این احساس بتونم بیان بیرون. ولی برگردیم سراغ خودمون، اگر که میخواییم من یه مقدار در این مورد صحبت بکنم تا اینکه ایشون زنگ بزنن. بله خواهش میکنم بفرمایید. نریم. معمولا وقتی که تا اونجایی که من متوجه شدم تو سن 5 سالگی مادر از دست دادن، به نظر میاد که چند تا خواهر برادرم داشتن ولی جدا شدن، برای 2 سال با عمه بزرگ شدن، که این دلیل رو من نمیدونم. معمولا بسیار اشتباه بزرگیه که اگر عزیزی از یه خانواده مثل پدر یا مادر از دست میره، بچه ها پراکنده بشن. اتفاقا الان وقت یونیتیه، وقت تعاون بیشتره، وقت در کنار هم بودنه. برای اینکه جونم برگشتن؟ بله خانم باباکشون برگشتن. بله من سوالم این بود که شما بچه چندم هستین؟ بچه آخر هستم، سومین بچه. از سومین بچه، بچه آخر. دلیل اینه که شما رفتین پلوی عمه چی بود؟ مادرم فوت کردن، پدرم به هر حال شرایط روحی بدی داشتن و برای چون بچه کوچیک خیلی شیطون، 5-6 ساله، یه مقدار بیشتر به مراقبت احتیاج داشت، برای همین جمعم. بسیار بفهمید خانم بابا. بعد بچه آیا عمه بچه های دیگه داشتن؟ خیر ایشون ازدواج نکردن. نه اصلا ازدواج نکرد. بعد عمه به رفتارشون با شما چجوری بود؟ خیلی خوب بود، مهربون. ایشون ذاتن آدم مهربونی هستن، با هم با همه با منم خیلی مهربون بودن. بعد الان آیا بعدن ازدواج کردن؟ الان بچه دارن؟ چقدر عمه شما رو لوس کرد؟ نمیتونم بگم لوس، نه واقعا لوس نبودم من. حالا شاید مقیاس من با بچه های الان باشه، ولی اون رفتارهایی که الان با بچه های الان میبینم اینجوری نبودم اصلا. بعد اون دوستانی که از خواهر و برادر دور شدین یا از پدر دور شدین، چه تأثیری روی شما گذاشت؟ راضی بودین که دور باشین از خواهر و برادرتون؟ خیلی متوجه نبودم، چون خیلی همه دور برم و بدونم چه خبره و روابط چجوریه. چطور شد که برگشتین؟ به خاطر مدرسه بود و به خاطر اینکه پدرم بیشتر دوست داشتش که در کنار خودش باشم. خیلی صحبت این بود که با همم زندگی کنم به کل، ولی پدرم راضی نبود، دوست نداشت، برای همین. و بعد وقتی که شما اومدی تو 7 سالگی برگشتی خونه، آیا دلت میخواست که از خونه عمه بیای؟ آره خیلی دوست داشتم. چند سال اونجا زندگی کردم. برگردی خونه پدر؟ اونجا زندگی کردم. نه سوال من بود که اوائل نه دوست نداشتم. دوست نداشتی. خب اتفاقی که برای شما، چون مشکل کارهای ناتمام پیدا کردی و همچنین کارها رو به تعویق انداختن و طبق صحبت خودتون از استعدادهایی که درونتون هست استفاده نکردن، یه اتفاق بعدی که افتاد طبیعتاً اول از دست دادن مادر بود و بعدش هم مسئله دوباره جدا شدن شما از خانواده، از پدر و خواهر برادر. درسته الان یادتون نمیاد، ولی تو اون سن بچه خیلی آسیب میخوره. شما دو بار در آن واحد 2 چیز رو از دست دادین، یکی مادر رو و بعد اون خانه‌ای که توش در کنار مادر زندگی میکردین. بعد خوشبختانه رفتین در کنار یه انسان مهربون، ولی 2 سال اونجا دوباره تا اومدین شخصیت شکل بگیره و به همین کارهای ناتمام کشیده نشه،
دوباره شما کنده شدی از اونجا و دوباره برگشتی به خانه قبلی خودت، خانه اصلی خودت، که در ابتدا طبیعتاً بسیار برای سنگین و سخت بود، چون تازه اخت پیدا کرده بودی به اون خانه، اونجا تعلق پیدا کرده بودی، بعد از تعلق دوباره گرفته شدی برگشتی این بر. این برم خب پدر مشغول زندگیش، خب مثل حق اکثر باباهای شرقی نرف زن بگیره و از این جهت من خیلی خیلی بهش تبریک میگم که این کارو نکرده. البته از دید فرهنگی و مذهبی اگه نگاه کنیم میدونم که چقدر بهش فشار اومد و چقدر بهش فشار آوردن، ولی سورپرایزلی واقعا عجیبه بر من که ازدواج نکرد و خوش به سعادت خودش و شما که ازدواج نکرد. برای اینکه ازدواج میکرد میتونست امکان مشکلات فراوان تر شدن خیلی بیشتر بود، ولی خب طبیعتا دیگه حواسش نبود که بچه ها مشقشون رو بنویسن، سر درس و کتابشون باشن. یه روتین رو شما اونجا یاد نگرفتی، دیسیپلین رو یاد نگرفتی. دیسیپلین اولی به هم ریخت وقتی که به مادر فوت کرد و بعد رفتی خانه عمه، بعد از اونجا بعد از 2 سال دوباره برگشتی. اون نداشتن، ببین وقتی انسان تا به یه جای تعلق میگیره بعد کنده میشه، دیسیپلینش رو از دست میده، اون تعلقش رو از دست میده و بعد این روی شخصیتش تاثیر میذاره. اونجا تو سن 5 سالگی تا سن 7-8 سالگی 80% یه شخصیت داره شکل میگیره. اونجا شخصیت شما آسیب خورد و بعد از اینی که کسی نبود که درس بشینه بالا سرت حواسش باشه، این غافل شد از این قضیه، شما غافل شدن از شما از در مورد این مسئله روتینت. اما به نظر میاد باهوشی و استعدادت هم از هوشت شناختی، خودت خوشبختانه این اعتراف رو داری، تعارف با خودت نمی‌کنی که من هوشو ندارم، من اصلا به درد نمی‌خورم. به نظر میاد اون سافاستیم یا حرمت نفس تو شناختی و قبولش داری، ولی اعتماد به نفس ضعیفه. و بعد چون تو این 25 ساله بودی، بعد 7 ساله بودی، بعد یه گپ افتاد، الان 25 ساله هستی، 23 ساله دوباره رفتی پلو عمه، ولی تو دانشگاه هم رسیدی. از اون کرکتره هستی که همون سر کلاس یه شب امتحان میتونی امتحانه رو پاس کنی یا تمومش بره و همه رو پاس کردی خوشبختانه. ناپلئونی خیلی تقلب هم میکردی؟ خب صادق باشم تو الان امتحانی بدون تقلب قبول نشدم. من یادم یکی از همکلاسی هم میگفتش که اگه تمام دامنش و همه چیزو مینوشت، بعد که بهش خندیدیم چون انگار میگفت اون دختری که اگه تقلب نکنه یعنی عروس بیجهاز میمونه و اینو برای خودش توجیه کرده بود. معمولا تو ایران زیاد تقلب میکنن، ما میدونیم اینا، ولی به هر حال میدونی که زرنگی، حتی با تقلب هم شده تو درس رو پاس کردی و قبول شدی و به دانشگاه هم خودت رسوندی. اما الان به عنوان یه انسان 25 ساله داری فکر میکنی که چرا من باید اینجوری پاس کنم و برم جلو، من از این خیلی خیلی بهتر و بیشتر میتونم موفق باشم و درس بخونم و خیلی بهتر درسام خوب یاد بگیرم و میاردم بلیو ناپلئونی نپرم. و به نظر میاد اینو توی خودت خوب متوجه شدی. چه رشته رو تو دانشگاه تمام کردی؟ آره، بخشتمکترین چیزی که الان روبرو شدم باهاش اینه که به یه پوشی دارم میرسم. چرا من که میتونم اینجوری باشم، چرا نباید باشم؟ بخارم وقتی کتابی رو باز میکنم چیزی رو میخواد باشم، شاید چشم روی خطاست ولی فکرم جای دیگر کرد، از واقعا همجوری میذارم اشکران و میتونم ادامه بدم. آیا الان تو دانشگاه هستی؟ آره، تو دانشگاه هستی؟ نه نه، همه چی خوندی؟ کامپیوتر آن کامپیوتر. بعد دلت میخواد ادامه بدی؟ دانشگاه رو آره، ولی آیتی و کامپیوتر رو نه. گفتی دانشگاه رو آره، چی رو نه؟ کامپیوتر رو نه، این رشته رو نه. آها، این رشته رو نه، ولی دلت میخواد ادامه بدی، ولی الان سر کاری کار میکنی؟ بله. آیا تو رابطه هستی؟ آیا تو رابطه هستی؟ الان نه.
شکل مناسبی پیدا نکردم. آیا دلت میخواد که درست رو ادامه بدی؟ علاقه به ادامه دادن دارم. آیا امکانش هست برات؟ به سختی بعدش. امکان مالیشو داری؟ آره میتونم. آیا وارد دانشگاه میتونی بشی؟ قبول میشی برای فوق لیسان؟ به سختی فش میکنه. باید چرا به خاطر خیزان نباشم سخت میشم. لیسانس تو گرفتی درسته؟ یا نگرفتی؟ بله. میخوای بری دانشگاه و میخوای رشته دیگه رو بخونی که میتونید فوق لیسانس توی رشته دیگه فوق لیسانس بگیری. میدونی چی میخوای؟ بله. میدونی چی میخوای؟ چی میخوای بخونی؟ میدونم چی دوست دارم ولی نمیدونم چی رو میخوام. خیلی فرق میکنه. چی داشتم لحظه ای مدت داره. چی دوست داری بخونی؟ رشته های مدیریت شو خیلی دارم. فانتاست. عالیه. ولی وقتی ازت سوال میکنم به نظر پراکنده میای. به نظر افکارت پراکنده است. نمیتونی سریع جواب بدی. چرا اینجوریه؟ بله. چرا نمیدونی چی میخوای؟ نمیدونم، شاید به خاطر اینکه هر حرفی رو میشنوم اول فکر میکنم چند لحظه حتی هم در موردش و بعد زنگ کنم جواب بدم. چرا خیلی سریع جواب بدم که حساب نشده باشه. همونطوری که ناپلونید امتحاناتو دادی الان دیگه میخوای امیر باشی. ببین متاسفانه اسمتو نمیدونم ولی ببین هر کاری که باید بکنم الان از تو سن 25 سالگی فقط عذر میخوام که بخوام سریع تمومش کنیم که بریم رو کیس های بعدی. تو خیلی زیاد ایمیل داریم. کاری که میخوام بکنی بعدا برگرد دوباره هفته های آینده برگرد با هم صحبت کنیم. پراکندگی ذهنی داری؟ تصمیم گرفتن برات مشکله؟ احساس تعلق برات یه مقدار مشکله؟ این آسیبایی که تو خوردی ولی و خودت صادقانه و وجدانانه میدونی که استعداد داری ولی میدونی که علکی قبول شدی. اینم قشنگ فهمیدم ازت و خیلی صادق داری جواب دادی در این مورد. کاملا قبول دارم که خیلی هم خوب بلد بودم. اصلا خودت گول نزدی خوشبختانه. ولی از حالا به بعد میخوای اگرم میخوای درس بخونی واقعا عمیق درس بخونی، از درس خوندنت لذت ببری، از دانشی که از درس خوندنت میبری لذت ببری، چون به نظر میاد این تیکه ها رو شدیدن میز کردی. در واقع میخوام دانش رو کسب کنم واقعا. آره و چون اینا رو میز کردی یعنی هیچ وقت از درس اصلا درس نخوندی که لذتشو ببری. حالا میخوای لذت ببری. کاری که اول باید بکنی چون به کارهای ناتمام هم رسیدی دیگه، عدم تصمیم گیری داری، نمیتونی قشنگ فکر کنی تو سن 25 سالگی که حالا میخوام چه رشته ای رو حالا برم بخونم. ترس و استراب داری که چجوری اصلا ممکنه سیستم و یا اون حالت سیستماتیک رو بلد نیستی که چجوری اصلا آدم باید درس بخونه. اصلا درس خوندن رو بلد نیستم که چجوری باید درس بخونم. اینا خودش نکات بسیار مهمیه که تکنیکم داره. با تکنیکم بعدا میتونی یاد بگیری ولی کار اصلی و اول اینه که من چی میخوام و بعد از این که من چی میخوام دقیقا چه رشته ای رو میخوام آماده بکنی خودتو برای اون رشته. بری سراغ دانشگاه برای دانشگاه اقدام بکنی یا اینترویو همه کاراتو بکنی رشته ای که واقعا میخوای دوست داری. چون میخوام برای اولین بار به عمرت وقتی میری سر کلاس درست میشینی واقعا کیف کنی از اینی که درس داری میخونی. چون قشنگ درکت کردم چی میگی و این چیز اینو میس کردی. این یه لک و یه کم بوده تو زندگی و میخوای بهش برسی و مطمئنا بهش میرسی اول به شرطی که پله پله درست و اصولی بری جلو. و بعد در آینده حالا اگرم فرصتی بود که با هم صحبت کنیم این مقدار در مورد تکنیک درس خوندن اینا هم با هم صحبت میکنیم. ولی الان در درجه اول بروی مقدار کندوکاو کودکی رو کن. این تعلق نداشتن و عدم تصمیم گیری تو چون حرمت نفس داری اعتماد به نفست پایینه. روی اعتماد به نفست بعد کار بکنه. ای کاش لندن بودی چون کلاس الان در مورد اعتماد به نفس و حرمت نفسه. و بعد بریم
بریم بعد مرحله بعدی. مرحله ها رو بعد پله پله بری، بلد نیستی مرحله ها رو چجوری پله پله بری. یه دفعه 4 تا پله رو پریدی بالا، بعدیش هم پریدی، بعدیش هم هر دنبلی شد دیگه، ولی حالا دیگه نمیخوای اونجوری هر دنبلی بشه. خیلی خوشحال شدم با صحبت کردم، عذر میخوام که یه مقدار نشد، سخت شد که با هم صدای هم دیگر بشنویم، ولی امیدوارم در آینده هم سیستم تلفن بهتر بشه و هم با شما راحت تر بتونیم صحبت کنیم. در مورد همین مسئله برو بیشتر فکر بکن و هر چه زودتر به اون نتیجه که میخوای و تصمیمی که میخوای بگیری برس و بعد با ما تماس بگیر. سپاسگزارم دوست عزیز از اینکه با ما در ارتباط بودید. آرزوی روزای خوبی براتون دارم. ممنونم. متشکرم عزیز. مرسی. خدا نگهدارت. خانم بابک عزیز، من آرمان برنامه‌تون رو بذارم به کیس بعدی بپردازیم. سهای آفتاب، داس‌ها و گل‌های یاس. با درود به شما، بفرمایید. خواهش می‌کنم، صدای شما رو خط است. بله جناب بلوغم، شما خیلی خوب، بفرمایید. خواهش می‌کنم. من یکی از استقالات برادر من یه مشکلی داده، این هر وقت پیشش میاد متاسفانه میره بازی میکنه توی دستگاهت با چی میشه. من اصلا متوجه نمیشم. همه پولی تو پیشش میاد که همین سوه زندگی میکنه، مثلا 5000 بازی که دور کرون پولی میرسه میده قمار میکنه. نمیدونم این آزش مریضی چیه. چند سالشه برادرتون؟ حدود 50 سال. 50 سال. از شما کوچیکتر هستین یا بزرگتره؟ من کوچیکتر هستم. تفاوت سنیتون چقدره؟ حدود 2 سال. بعد سالها سوء زندگی میکنن یا جدید اومدن؟ تقریبا 3-4 سال اومدم. ولی شما زودتر اومدی؟ من دیرتر اومدم. بعد آیا اعتیاد دیگه غیر از این اعتیاد قبلا داشته؟ نه خیر. الان به صورت اعتیاد فکر میکنی؟ فکر کنم محتاج هر موقع مثلا تو جیش موقع از حتی شده مثلا 500 کنم 200 کنم ولی کمه کمش روشم باید یه 5000 کرون و 20000 کرون یه داشت میره پازینو. بعد هیچ اتفاقی تو زندگیش افتاد؟ آیا قبلا هم قمار میکرد؟ نه خیر. یعنی این کاملا جدیده براش؟ بله، چون ایشون ایران که بود اصلا این مسئله تو ایران نبوده که نیست، اینجا آمده به اصلاف آیا تو ایران، چون تفاوت سنتون خیلی کمه با هم، آیا از دوران کودکی و نوجوانی یادتون میاد که مشکل اعتیادهای متفاوت تر داشته داشت می داشت؟ من دورا 30 سال اینجا هستم، اعتیادهای محرم بیدان چی کار میکردم. بعد از خودش سوال میکنی که تو چرا میری عمر میکنی، چی میگه؟ یه ذره خوش اومد اینجا با خانومش مشکل سره شده که اون قرار بود بیاد، حالا نمیاد که بچه ها بیاد، بچه ها تو میفرستم خودم نمیاد، این مشکلات داره. آیا فکر میکنین که به خاطر دوری از خانواده شه؟ فکر کنم. با خانومش خیلی مشکل داشت همیشه؟ نه خیر، مشکلی به مشکلی نداشت. خانمش به تشمیه کرد رفت کلاس انگلیسی و بیاد ندونم چی شد، یک منصرف شده.
آیا فکر میکنین وقتی که خانمش گفت نمیام ایشون شروع کرد قمارو یا از قبلش شروع کرده بود؟ قبلش خیلی کم تر بود. خانمش من صحبت کرد بیشترش کرد. چون مسئله اعتیاد به قمار کمتر، اعتیاد به مواد مخدر یعنی ضررش کمتر از اونا نیست، منتها از نظر سایکولوژیکلی روانی انسان شدیداً معتاد میشه، اون یکی ها خب تو وارد خون آدم هم میشه، ولی اعتیاد خیلی بدیه اعتیاد به قمار. من الان دو تا از بچه های سمینارمون تو این دوره دوتاشون سنشون همین بالای 50 سال اینطور هستن، ولی اعتیاد به قمار دارن که خوشبختانه متوقفش کردن. اعتیاد بدیه و واقعا خانمان سوزه. معمولا انسانایی که به دنبال هیجان هستن و هیجان براشون اون دوپامین مغزشون رو تحریک میکنه و بهشون لذت میده، معمولا از کودکی هم شروع میشه، نه اعتیاد به قمار، ولی این اعتیاد به این هیجانات که متاسفانه و تبدیل میشه به اعتیادهای متفاوت، یکیش هم همین اعتیاد به قمار یا حتی اعتیاد به سکس میشه. اگر تا حالا هیچ اعتیادی به قمار، البته خب راست بگین ایران چون اهل قمار نیست، یعنی قمارخونه ندارن اونجا که بخواد بره، ولی حالا که اومده این ور آبا، اولا خیلی تازه اومده، خب شما سر زندگیت هستی، اون پیشات به نظر احساس تنهایی شاید داره میکنه و از این طریق میخواد زندگیشو پر بکنه و حتما مسائل پیچیده دیگه هم تو زندگیش هست که به یه دو گوشه گیشینی و افسردگی کشوندتش که حالا این افسردگی از طریق قمار داره تغذیهش میکنه که هیجانو بهش بده. هر چه زودتر، اگر که فقط 2 سال اومده و تازگی ها داره شروع میشه، چون اگر هر چه زودتر جلوی این بیماری اعتیاد به قمارش رو نگیره، واقعا دیگه کنترلش خیلی سختتر و سختتر میشه براش. چقدر شما جدی باهاش هستین؟ چقدر باهاش نزدیکین؟ چقدر باهاش دوستین؟ من خیلی جدی هم باش. آها، آیا شما هم قرض میگیره؟ من میگیره مطابق با یه روایت دروغ و اینا آیا بهتون پس میده؟ نخه اصلا. آها، پس الان دیگه خیلی خود شما هم باید مراقب باشین برای اینکه پولتون به باد هوا میره. چقدر میتونین راحت باهاش صحبت بکنین؟ آیا امکان داره که بیاد رو خط هفته آینده خودش با من صحبت کنه؟ فکر نکنم. چرا خجالت میکشه؟ بهترین کاری که میکنی اینه که کمکش کنی حرفه‌ای بگیره هر چه زودتر، برای اینکه این یه نوع افسردگی میتونه یه نوع افسردگی باشه، یه همچین گرایشی، و خب طبیعتاً حالا هم که خانمش نیومده بهانه خیلی بهتری هم دستش داده، چون قرار بود خانمش بیاد کلاس انگلیسی هم میرفت، حالا یه دفعه چرا نیومده، خب خیلی مضطرب شده دیگه که چه اتفاقاتی اون برای آبا افتاده که یه دفعه این نمیخواد بیاد. ولی این به این سادگی نیست، مسئله‌اش عمیق‌تره. شما شاید خیلی اطلاع نداری از زندگی زن و شوهرشون، ولی به هر حال باید کمکش کنی که کمک حرفه‌ای بگیری، یعنی قانعش بکنی که هر چه زودتر کمک حرفه‌ای بگیری. من مطمئنم تو صورت هستش، ولی خب مترجم احتیاج داره دیگه، باید با مترجم بره کمک حرفه‌ای بگیره اگر همزبان نداره، یعنی اگر در این تخصص، یعنی تخصص در مورد اعتیاد، روانکاوی که روی اعتیاد کار میکنه، اگر احیانا همزبان ندارین حتی با مترجم کمک کنین که کمک حرفه‌ای بگیره هر چه زودتر از این واقعا مزل بیاد بیرون، برای اینکه بعدا خودش خیلی اسیرتر میشه، گرفتارتر میشه، منزویتر و افسردتر میشه. بعد خطر مواد مخدر الکل هم هستش، سیگار و الکل رو خیلی بیشتر میکنه و بعد میشه یه انسان افسرده منزوی. و میدونم که چقدر نگرانش هستیم. بهترین کار اولا شما سعی کنین بهش قرض ندین، برای اینکه باها اتفاق به نظر میاد افتاد که پولتونم پس نداده، بس بدقول هم هست، چون معمولا کسی که اعتیاد به قمار یا مواد مخدر داره معمولا بعد قولم هست، نمیتونه پس بده، فکر میکنه پس میده ها، قولم میده اون لحظه، برای اینکه فکر میکنه که خب میرم میبرم دیگه، بعدا دو برابرش هم تازه بهش میدم.
ولی خب ما میدانیم که قمارخونه ها معمولا به چه صورت کار میکنه. معمولا شما باید ببازی، کسی رو نمیذارن برنده بیاد بیرون. اینه که جونم اسمش روشه قمارباز، یعنی بازنده. آره بازنده است. دقیقاً اسمش میشه که قمارباز. دقیقاً بازنده است دیگه. باز حالا کاری که باید شما بکنی اینه که مهربان ولی فرم، مهربان ولی جدی. مهربانی تو یادت نره، چون این خانمش هم نیومده، نمیخواد بهانه دستش بدیم. ببین الان دوباره بهانه میگرده برای اینکه غمگین شده، اونجا هم غربت براش، حوصله‌اش سر میره، اینجوری میخواد خیلی ناسالم سر خودش رو متاسفانه گرم کنه. ولی حتما اگر میتونین ندین بهش، به هیچ وجهی بهش پول ندین و خیلی جدی باهاش صحبت بکنین و ازش بخواین که هر چه زودتر کمک، اگر براتون امکان داره حتی یه چند جلسه رو شما پولشو براش بدین، ولی کمک حرفه‌ای رو کمکش کنین بگیره که تا دیپتر و عمیق‌تر نشده از این نظر واقعا بزرگ بیاد بیرون. خیلی اعتیاد بدی عزیز خانم. میتوی عزیز اهل الکول و اینا نیست از خانم جونم؟ نفهمیدم اهل الکول نیست. اوکی سیگار هم میکشه یا نمیکشه؟ خیلی کم. آره ولی ما نمیدونیم دیگه. ببین معمولا گرایش پیدا میکنن برای اینکه تو محیطی که اونجا نشسته داره قمار میکنه معمولا اکثرا الکل هم استفاده میکنن در کنار قمارش. ولی خوش خیال نشیم که اهل الکل نیست، اهل این نیست. مراقبش باید بیشتر باشه. مهربان ولی فرم باش برخورد بکن و حتی اگر تونستی به جای اینکه پولو بهش بدی به قرضی، به جاش بهش بگو این پولو من میدم بریم کمک حرفه‌ای بگیری و تا کمک حرفه‌ای نگیری من نمیتونم کمکت کنم. و باید کوشش کنی و باید قوی باشی در کنارش. قوی ولی مهربان. چشم خواهش میکنم. دست شما درد نکنه. خیلی زحمت کشید. مرسی، متشکرم از اینکه با ما بودید عزیز. ممنونم. خواهش میکنم عزیزم. ممنونم. مرسی. خواهش میکنم. خدا نگهدار. خب آرم برنامه خانم بابک رو بشنویم و برنامه رو ادامه بدیم. حدود 10 دقیقه دیگه وقت داریم. شاید قصه های آفتاب، داس ها و گل های یاس. بله دوستان عزیزم، با خانم میترا بابک هستیم در برنامه دیگر با این عزیز. خانم میترا بابک عزیز، در طول این چند دقیقه که با این عزیزان صحبت میکردیم حدود 9 تلفن داشتیم، از هم از انگلیس بود، هم از ایران و هم از 2045 که فکر میکنم کشور فنلاند باشه. به هر حال متاسفانه نتونستیم جوابگو باشیم و دوستان قطع کردن چون تلفن هم اشغال بوده. ما باید به زودی یه فکری برای این تلفن هامو داشته باشیم. که من میتونم سوالات مهم ازشون بکنم. بله دقیقا، امیدوارم که درست بشه هر چیز زودتر. بله امیدوارم بتونیم ظرف این یک دو هفته به هر حال یه تدبیری رو در این مورد به کار ببندیم. خب خانم ما یک چند دقیقه بیشتر فرصت نداریم. بله چند دقیقه بیشتر فرصت نداریم، همینطوره. ایزو می فهمید اگر سوال شما دارین خواهش میکنم ایزو می دیگه به یک ایمیل بپردازیم که ایشون نوشتن. اگر بتونیم ایمیلی که ربط داشته باشه به دوتا موضوعی که امروز صحبت کردیم، چون ایمیلی که هفته پیش عزیزی یه دختر خانه 23 ساله برامون فرستاده بودن، یه عزیزی به من گفت که چقدر شبیه زندگی خودش بوده و خیلی دلش میخواست که بیشتر در موردش صحبت کنیم، ولی خب متاسفانه وقت ما هم
به اتمام رسید و ما نتونستیم در موردشون بیشتر صحبت بکنیم. بله. اگه نمیدونم شما گرتون میاد. اتفاقا اینجا یک ایمیلی هست در تو با همین مسئله کازینو رفتن ایشون نوشتن که با عرض سلام و خسته نباشید خدمت خانم میترا بابک، نوشتن که من براتون پیغام گذاشتم تو فیسبوک، شما برای من این ایمیل و آدرس برام گذاشتید تا بتونم سوالمو طرح کنم. نوشتن من دوستی دارم که متاسفانه هر شب کازینو میره تا صبح بازی میکنه، 23 سالشه، دانشجوی رشته مهندسی کامپیوتره و کاری هم داره در تو رشته تحصیلیش، ولی متاسفانه ترمی که گذشت تمام واحدهایی که گرفته بود متاسفانه نتونست پاس کنه و دفتر کارش رو هم از دست داد و الان هم برای ترم تابستون نه سر کلاس های دانشگاه میره نه درس میخونه. چند شبی پیش هم بازی میکرده، دوستاش بهش گراس داده بودند و من واقعا نگرانشم، دلم نمیخواد که اینطوری فرصت تحصیل و کار و سلامتیشو به خطر بندازه. چند بار ازش خواهش کردم که نره یا کمتر بره، اما فکر میکنم بدتر هم شده. نمیدونم چطوری از این محیط دورش کنم و به درس خواندن ترغیبش کنم. ازتون ممنون میشم اگه راهنمایی کنید. آره، ایشون الان این شخصی که ایمیل فرستاده بود خانم هستن یا آقا؟ فکر میکنم که خانم هستن. خانم هستن. دوستشون پسره که 23 سالشه. حدس میزنم. آقای برومند، ما الان کلی خانمای شرقی داریم یا ایرانی داریم که متاسفانه پاشون به قمارخونه ها باز شده سالهاش و این همچین اعتیاد بدی رو پیدا کردن. من الان یه عزیز بسیار جوان 27-28 ساله تقریبا دارم، یه خانم، دختر خانم جوان که متاسفانه گرفتار قمار و قمارخونه ها شده. خیلی خیلی غمگینه. یک بارم در تلویزیون در موردش صحبت کردم، اعتیاد به قمار. این دوست، حالا اگر دوست دخترشون هستن یا فقط دوستشون هستن، و مهم اینه که بعد بدونیم در کدوم کشور، اگر کشور اروپایی مقدار تفاوت داره، کجا زندگی میکنن. خب سال چندم 23 ساله است، اگر اومده این ور آبا پس شاید داره یا فوق لیسانس یا لیسانس داره میخونه. متاسفانه در درس زندگی افتاده. معمولا دانشجوانی که میان این ور آبا، من بسیار از این مراجعین دارم که یا لیسانس و فوق لیسانس یا دکترا دارن میکنن، خب خرج خیلی زیادی داره. خانواده، بعضی از خانواده هاشون بسیار متبول هستن، یعنی خیلی میخوام کتابی صحبت کنم، بسیار وضع مالیشون خوبه، ولی خب بعضیشون واقعا وضع مالیشون عادیه و خانواده به سختی فرستادتشون. و دانشگاه های انگلیس هم الان خیلی سخت میگیره، اگه شما سر کلاس نیاین، چند جلسه شما سر کلاس نرین، اخراج میشین از دانشگاه. از دانشگاه اخراج شدن همونه و بعد به ایران برگشتن همون. مسئله خیلی جدیه و متاسفانه این عزیز حتی به نظر میاد که امتحاناش هم مثلا نرفته بده. پس اعتیادش خیلی جدی شده، خیلی. همین صحبتی که الان با اون عزیز قبلی که روی تلفن با ما بودن کردم، معمولا آدم صدای دوست دخترش رو نمیشنوه، صدای خواهر برادر و پدر مادرش رو نمیشنوه، ولی دوباره همون خواهر و برادر و یا خانواده و یا دوست پسر و دوست دختر، اگر صداش صدای بسیار فرم و مهربان باشه، یعنی بعد واقعا تمرین کنم تنهایی که چجوری من با یه صدای بسیار مهربان ولی بسیار جدی با این شخص صحبت بکنم و ازش بخوام که کمک بگیره، چون خودشون نمیتونن، اصلا نمیشه. ببین اگر من دوست دختر فکر کنم من میتونم کمک کنم، من دوست دختر یا دوست پسر از زندگی میفتم، آخرم ناامید میشم از همه کوششایی که کردم و روی رابطه مونم خیلی سر ممکنه بیشتر تاثیر منفی بذاره. ولی ازش بخوام که هر چه زودتر باید تکلیفش رو در این مورد روشن کنه، وگرنه تکلیف این رابطه روشن میشه و واقعا به نوعی تهدیده، ولی باید خیلی جدی باشه. برای اینکه من وقتی توی رابطه باشم که دوست پسر من نه درس میخونه نه زندگی داره، شب تا صبحم که تو قمارخونه تو سن 23 سالگی، آخه این چه رابطه ای که من خودم گرفتار کردم؟ من مسئول هیچ کس نیستم، ولی به عنوان یه رابطه که درون رابطه هستم و فعلا هنوز در ارتباط با این رابطه هستم، پس هنوز یه مسئولیتی دارم. مسئولیت منم اینه که خیلی جدی ازش بخوام بره کمک حرفه‌ای بگیره، حالا تو هر کشوری که هست، هر جایی که هست، چون این بیماری‌ها بیماری‌هایی نیستش که انسان خودش بتونه
خودشو نجات بده. درصد بسیار نادری ممکنه بتونن، بعدش دوباره ریلپس میکنن، دوباره برمیگردن با کمک حرفه‌ای، خیلی ها برمیگردن دوباره، وای به حال اینکه آدم خودش بخواد ترک کنه. درست. و از این عزیز بخواد که یا تکلیف این اعتیادت رو درست میکنی، روشن میکنی، و یا من تکلیف این رابطه رو روشن میکنم. بله. ببین خیلی مسئله است. بله. یعنی یا تو تکلیف خودتو روشن میکنی و یا من چون من مسئول تو نیستم و حق ندارم برای تو تصمیم بگیرم، ولی حق دارم برای خودم و برای این رابطه تصمیم بگیرم. بله. و من برادر، من خواهر، من حالا دوست دختر، پسر، زن، ما که نباید خودمونو قربانی بکنیم، قربانی نباید بشم، منجی و ناجی نمیشم، ولی دوست خوب، همیار خوب میشم تا یه مرحله، هرچی حد و حدود داره، تا یه مرحله من پشتت هستم و تو هم اگر جدی بگیری میبینی که من چقدر پشتتم، ساپورت مالی میکنم تو رو، اگه بتونم ساپورت عاطفی بسیار تو رو همراهت هستم، ولی به شرطی که تو بخوای، به شرطی که تو جدی گرفته باشی. ولی اگر تو جدی نگرفته باشی، من چرا باید زندگیمو نابود بکنم؟ تو داری خودتو نابود میکنی، تو حق نداری زندگی منو نابود کنی. درست. و من حق ندارم زندگی خودم رو به خاطر یه بیمار نابود کنم. من. بیمار تحویل میده. من. اگر حالا من نمیدونم رابطهشون تو این رابطه چه رابطه ایه، حتی اگر یه دوستی ساده است، دوباره دوستی ساده هم حد و حساب داره دیگه. من تا کی میتونم حرص بخورم، اعصابم خورد بشه؟ اون شخص یه شخص بیمار 23 ساله است که مسئولیتش با خودشه، نه 3 ساله است و نه 13 ساله، بلکه مرد 23 ساله است و باید تکلیف خودشو هرچی زودتر روشن کنه. همونطور که قبلا هم گفتم، ما متاسفانه ژن اعتیاد ممکنه توی ما هست، ولی معنیش این نیست که حالا چون ژن اعتیاد دارم پس من معتاد شدم، تقصیر من نیست. اصلا این واقعیت نداره. مسئولیت رو باید پذیرفت. من دقیقا مسئولم به عنوان یه انسان با شعور و اخلاقی باید تصمیم بگیرم و این معضل بزرگ از زندگیم ببرم کنار. چون تو این سن اگه نتونه ببره، خب خیلی با اعتیادهای مختلف کار کردم و میکنم، واقعا به کجا ناکجا آباد میکشونه این اعتیاد و چه خانواده هایی رو واقعا بدبخت کردن. من. نه فقط خودشون رو، بلکه خانواده ها رو. اینه که بهترین کار اینه که جدی باشن، هم اون عزیزی که قبلا صحبت کردن و هم این عزیزی که الان برای ما ایمیل فرستادن. یا تکلیفت رو روشن میکنی با اعتیادت و یا من تکلیفم رو با این رابطه روشن میکنم. بله. و جدی هم بگیریم. قبلا هم گفتم بابا هیچ کس توفه نیست، نه من، نه شما، نه هیچ کس. تکلیف زندگیمون رو زودتر بفهمیم، وقتمون رو، اعصاب خودمون رو بی خودی تلف نکنیم. زندگی بسیار کوتاه و با ارزشه. کمک و همیاری یادمون نره، ولی تا اونجایی که به زندگی خودمون لطمه نخوره. بله. این نکته ای رو که شما فرمودین در پایان خانم میترا بابک عزیز، فکر میکنم که فوق العاده حائز اهمیته که نشانه ها و سیگنال ها رو دریابیم و بر اساس اون تصمیمات جدی در زندگیمون رو بگیریم، به خاطر اینکه اگر که فکر کنیم که به هر حال در آینده درست میشه و خوب میشه و بهتر میشه و اینها، بعدها متاسفانه مدت زمان زیادی از زندگی ما رو میتونه از بین ببره و متاسفانه این فرصت ها رو از دست بدیم. این هست که واقعا در یه جایی باید نقطه رو گذاشت، خط رو کشید و مرز رو تعیین کرد. دقیقا. ما متاسفانه شرقی ها خیلی دوست داریم که ناجی و منجی باشیم، ولی دیدیم که چقدر خراب کردیم، سوختیم و نساختیم بلکه سوزوندیم. بله. خیلی ممنونم ازتون خانم بابک عزیز. باز هم برنامه دیگر رو داشتیم با خودمون. امیدوارم که در هفته های آینده بتونیم کیفیت صدا رو بهتر کنیم. یه مقدار دوستانی که زنگ میزنن بتونن پشت خط بمونن، منتظر بمونن. به هر حال اینها مشکلات تکنیکی که امیدوارم که به زودی حل بشه. من سپاسگزارم از اینکه با ما هستید و از این صبر و صبوری شما بسیار سپاسگزارم. خواهش میکنم. شب و روزتون بخیر. سپاسگزارم. مرسی. تا سه‌شنبه دیگر. خدا نگهدارتون. خدا قصه های آفتاب
داس ها و گل های یاس.